سرخط تازه ترین و مهمترین خبری که دقایق پیش از ناروی به دست ما رسید. نخستین روز نشست اسلو چی می گذرد؟ به نام خدا و با تقدیم سلام با مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. نخستین خبری که دقایق پیش از ناروی به دست ما رسید. گفتگوهای روز یکشنبه نشست اسلو میان طالبان و اعضای جامعه مدنی افغانستان است. وزارت خارجه ناروی میگوید که پیش از نشست روزهای دوشنبه و سه‌شنبه طالبان با دیپلمات‌های غربی آنها روز یکشنبه با اعضای جامعه مدنی افغانستان درباره حقوق بشر گفتگو خواهند کرد. در نشست روز یکشنبه با طالبان، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر از افغانستان و خارج این کشور حضور دارند. هیئت طالبان در نخستین سفر خود به اروپا از زمان رسیدن به قدرت شب شنبه وارد اسلو شد. نشست روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نخستین دیدار طالبان با دیپلمات‌های غربی پس از ورود این گروه به عرصه قدرت است. قرار است در این نشست ها نمایندگان طالبان به مقام های ناروی، آمریکا و اتحادیه اروپا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا دیدار و درباره حقوق بشر و گفتگوهای بشر دوستانه برای افغانستان گفتگو کند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است که دستور کار این مذاکرات تشکیل یک نظام سیاسی فراگیر، یافتن پاسخ به بحران‌های فوری انسانی و اقتصادی، نگرانی‌های امنیتی، مبارزه با تروریسم و حقوق بشر به ویژه آموزش برای دختران و زنان خواهد بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته که طالبان برای برآوردن خواسته‌های جهان غرب گام برداشته و امیدوار است که روابط خود را از طریق دیپلماسی با همه کشورها از جمله کشورهای اروپایی و به طور کلی غرب تقویت کند. اما میزبانی غرب از طالبان با انتقادهای گسترده جامعه مدنی افغانستان و همچنین جبهه مقاومت روبرو شده است. علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی، در توییتر گفته است که همه باید صدای خود را بلند کنیم و از عادی سازی یک گروه تروریستی به عنوان نماینده افغانستان توسط هر کشور جلوگیری کنیم. اما آنیکن هویتفلند، وزیر امور خارجه ناروی، در یک بیانیه رسمی گفت که این دیدارها به معنی مشروعیت بخشیدن و به رسمیت شناختن طالبان نیست. با این حال او افزوده که باید با مقام های طالبان صحبت کرد و نباید اجازه داد که وضعیت سیاسی به یک فاجعه انسانی بدتر منجر شود. هرچند هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته، اما برخی کشورها تلاش برای عادی سازی روابط با این گروه را شروع کردند. مقام های طالبان در ماه‌های گذشته به روسیه، ایران، پاکستان، قطر، چین و ترکمنستان سفر کردند و روز جمعه اتحادیه اروپا نمایندگیش را در کابل بازگشایی کرد. هرچند این اتحادیه گفته که بازگشتشان به کابل به معنی شناسایی طالبان نیست. گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک افغانستان انترنشنال. خبر عاجل و تکان دهنده از کشور ناروی. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقات خوش داشته باشید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات شما خواهیم بود. ما برای شما آخرین جزئیات از کشور ناروی و گفتگوهای طالبان با اتحادیه اروپا را بیان خواهیم ساخت. با ما باشید و از روابط ناروی آگاه باشید.